بسم الله الرحمن الرحیم. از مضمون کیمیای خاک در سمستر ششم هفته پنجم جلسه اول قرار داریم. عنوان درس ما ارتباط اساسی نبات و خاک. در این درس دانشجویان در اخیر درس قادر خواهند بود تا ارتباط اساسی نبات با خاک را بدانند، تأثیر خاک با رشد نبات و توافق آنها را درک کنند، اهمیت نبات با تغذیه حیوانات و مرکوز یافتن احتیاجات بشر را درک کنند. فهرست مطالب ما 3 عنوان داره در این درس: ارتباط اساسی نبات و خاک، خاک و مواد مغذی مورد نیاز نباتات، اهمیت خاک از نظر زراعت. در ابتدا آیت شریفه داریم از سوره رعد آیه 4 که خداوند جل جلاله در قرآن شریف می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل. یعنی در زمین قطعات مجاور و متصل و باغ‌های از انگور و کشتزارها و نخلستان‌های خرما آفریده. خداوند جل جلاله در این آیت شریف میگه که تمام زراعت و کشتکاری که در زمین هست به واسطه قدرت لایزال الهی آفریده شده. در این تصویر هم کشت و زراعت رو میبینیم که چگونه میتونیم ما زراعت با کشت کردن دانه‌ها و برس‌ها در زمین به وجود بیاریم. ارتباط اساسی نبات و خاک. خاک با زراعت و نبات رابطه ناگسستنی دارن، لازم و ملزوم هم دیگرن، زیرا تمام عملیات زراعتی از قبیل کاشت شامل تمام عملیاتی که قبل از قرار گرفتن برز در زمین صورت میگیرد باید در خاک انجام شود. خاک یک بستر مناسب برای نباتات بوده و برای سبز شدن و رشد نبات و انجام عملیات دیگر زراعتی لازمی و ضروری است. تا خاک نباشه زراعتی نیه، زراعتی نباشه نباتی نیه. اینا ارتباط خیلی نزدیک به هم دیگه دارن، ارتباط مستقیم دارن به هم دیگه دارن. خاک زراعتی که پوسته خارجی کره زمین را احاطه نموده و در واقع اساس و بنیان زراعته، زراعت بر روی خاک میشه. خاک نباشه زراعت نیه. خاک از متلاشی شدن سنگ‌ها تحت تأثیر عوامل فیزیکی، مکانیکی و کیمیایی و بقایای موجودات زنده ذره‌بینی، مواد معدنی و مواد عضوی به وجود می‌آید که قبلا هم شما معلومات دارین در این قسمت. ضخامت این طبقه یعنی خاک زراعتی متفاوت بوده و زمانی که توسط زارع دست نخورده و قابل کشت نشده باشد بکر محسوب میشه، خاک زراعتی بکر محسوب میشه، و زمانی که با اجرای عملیات زراعتی آن را قابل کشت کنند خاکهای زراعتی را تشکیل میدن. زمین هست، ما شما زمین میبینیم، منطقه خوب، منطقه آب داره، قابلیتش کشت انواع مختلف نباتات در اون داره، اما تا حالا هیچ کشتی در اون زمین نشده. اون زمین به نام زمین بکر میگن. وقتی که ما میریم سنگ و کلاخ از اون جدا میکنیم، اون آماده کشت میکنیم و کشت در اون انجام میدیم، بعد از زمین بکر زراعتی تبدیل میشه به زمین زراعتی. خب در ادامه میتونیم بگیم که نباتات توسط ریشه های خود در خواب مستقر میگردن و در محیط آن زیست میکنن و از مواد غذایی و آب موجود در آن برای رشد نمای خود استفاده میکنن. پس ارتباط نبات و خاک ارتباط خیلی نزدیکیه. نبات و خاک، خاک جایی که نبات روی از استوار میشه، مواد غذایی خود از خاک میگیره، آب و مواد معدنی از خاک میگیره. پس خاک با نبات ارتباط خیلی اساسی داره. ضخامت خاکهای زراعتی کمه
ولی به علت موجودیت میکروب‌های فراوان محیط زنده‌ای را تشکیل میدن که از لحاظ زراعت برای کشت و کار کار نباتات بی اندازه مهمه. خب میکروب‌ها و موجودات زرگونی دیگه ای که در خاک هستن خاک آماده کشت میکنن. اهمیت از اینا در زراعت اینه که اینا خاک برجسته میکنن، آماده میکنن، خلل و فرج در رو ایجاد میکنن تا خاک آماده ای بشه که نباتات در رو کشت بشن و حاصل دهی نباتات رو بالا میبرن. خب ارتباط خاک و نبات زیاده. از این رو مطالعه و شناخت چگونگی خاک و ساختمان ها و عواملی که در تحولات آن دخالت دارن و احیانا باعث خرابی آن میشوند بسیار مهم و باارزش است. در مورد خاک و ساختمان خاک باید شما معلومات داشته باشید تا بتوانید زراعتکار خود باشید. پس نظر به مطالبی که در فوق ذکر کردید چنین نتیجه به دست میآید که زراعت با خاک رابطه مستقیم داشته و تمام عملیات زراعتی بالای خاک صورت میگیرند. خاکشناسی، مواد خاکشناسی که خواندیم یک تأثیر بسزایی در مهارت مهارت‌های زراعتی شما داره. در این قسمت تصویری هم که آورده شده نشان دهنده اینه که نایتروژن توسط نبات چگونه جذب میشه، که نایتروژن توسط باکتری‌های تصفیه کننده در نایتروژن در زمین شکل آمونیا در میه، بعد از اونا به شکل نایتریت، باکتری های نایتریت سازی هستن، اونا به شکل نایتریت در میارن که نایتریت ها میتونن توسط ریشه ها در نباتات جذب بشن و مورد استفاده نباتات قرار بگیرن. اینا در خاک وجود داره که خاک از خاک میتونه نبات این مواد مغذی دریافت کنه. خب اونانی داریم به نام بایی عنوان که خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان، خاک و مواد مغذی مورد گیاهان، مورد نیاز گیاهان. خاک ترکیبی از مواد عضوی، غیر عضوی و میکروارگانیسم های. خاک مناطق های مختلف به علت تفاوت در ترکیباتی که بالا ذکر شد توانایی های متفاوتی در نگهداری آب، مقدار هوای خاک، پی ایچ و مواد معدنی دارد. هر خاک نظر به اینکه چند فیصد از این مواد در ترکیب خود داره خصوصیات متفاوت میتونه در خود خود داشته باشه. هوموس لایه سطحی خاک است که به طور عمده از بقایای حیوانات و به ویژه اجزای در حال تجزیه آنها تشکیل شده است. هوموس با داشتن چارج‌های منفی و مثبت در سطح خود میتونن در سطح خود دارن چارج‌های مثبت و منفی در سطح خود داره و در نتیجه مانع از شستشوی آیون‌ها میشه در خاک و هوموس میتونه باعث اسفنی شدن خاک بشه و برای نفوذ ریشه یک بستر مناسب ایجاد میکنه. در ذرات غیر عضوی خاک از تخریب فیزیکی و کیمیایی سنگ ها تحت عملی حوالیدگی به وجود میآیند که ذرات میتونه اندازه‌های مختلفی داشته باشه، مثل اگر خود باشه مثل روز و دروش باشه مثل شین و ماسه در ذرات غیر عضوی خاک شامله. تغییرات متناوب مثل یخ زدن و ذوب شدن برف ها و رشد گیاهان اینا میتونه باعث تشکیل ذرات ریز خاک بشه و از جمله تغییرات فیزیکی بوجود آمدن ذرات خاکه و همچنین اسیدهای تولید شده توسط جانداران و ریشه نباتات هم میتونن حاضرگی کیمیایی وجود بیارن. حاضرگی که باعث تشکیل ذرات غیر عضوی خاک میشه یا به شکل فیزیکیه یا به شکل کیمیاییه. خب اهمیت خاک از نظر زراعت چیه؟ خاک از نظر زراعت چی اهمیتی داره؟ خاک محل رشد و نموی نباتات بوده و اگر خاک و نبات روابط موفق و امان کننده نداشته باشن در شرایط اگه داشته باشه این دو تا با هم دیگه وفق بخوره، خاک و نبات با هم دیگه سیت باشن، در شرایط مصاحب در اندک زمان نباتات دنیا رو فرا میگیرن، یعنی دنیا پر از نبات میشه.
هر چقدر که ما خواسته باشیم نبات میتونیم در سطح زمین و خاکهای روی زمین بکاریم. در صورتی که ما خاک بشناسیم، نبات مساعد به رز خاک بشناسیم، ما خیلی راحت میتونیم اونا رو به تولید انبو برسانیم. و اگر بین ای دو یعنی خاک و نبات رابطه موفق و معنی نباشد، اصلا نباتی نمیتوند رشد کند و به ثمر برسد. خب ما در خاکی که اسیدیتی از بالای تیزابیت داره، نباتی که با تیزایی بودن نفرون داره نمیتونه به اونجا کش کنه، اصلا رشد نمیکنه، یا اگر احیانا رشدی هم بکنه حاصل نمیده. عملکرد و کمابیشی که یک نبات کاشته شده در شرایط معمولی حاصل میدهد نشان دهنده یک هماهنگی متوسط بین نبات و خاک است. اگر میبینید که نبات یک محیط کش شده رشد میکنه و محصولات از اون زیاد نیه، ببینید که هماهنگی ندارن نبات و خاک. در پی ازی باشین تا مشکلاتی که بین این دوتا وجود داره، یعنی خاک و نبات وجود داره، اونا رو مشکل بسازین تا محصولات به حد از اکثر محصولات دست بیاره. پس منظور از مطالعه رابطه خاک با نبات تعیین درجه این هماهنگیه که خاک با نبات با چی هماهنگی داره. تا پس از شناسایی در ازدیاد آن بکوشیم هماهنگی ها بین از اینا زیاد کنیم، بعد متاسف نباشه که فقط نبات رو خوش کنه و خلاص. ما باید از زمین و نباتی که در دسترس داریم حد اعظمی استفاده ببریم تا عملکرد زراعت بالا آوریم. اهمیت زراعت به رخ مردم بکشیم و بگیم زراعت، با زراعت ما زنده ایم، چون تمام احتیاجات ما از زراعت مدفون میشه. تشکیل خاک و ساختمان آن و تعیین رابط آب و خاک، به روشن شدن موضوعاتی که در رابطه به نبات و خاک بس میشود کمک میکنه. شما در مورد آب و خاک و ساختمان و خاک و رابطه اینا رو وقتی که بفهمین بهتر میتونین زراعت پیش ببرین و ترقی بدین. اگر مواد غذایی موجود در خاک کمتر از مقداری باشه که نبات نیاز داره، میتونیم راهکاری که وجود داره اینه که ما به نبات خود کد میدیم تا او توافق پیدا کنه و مواد مغذی از او زیاد بشه. در صورتی که نبات با خاک مخصوص توافق ندارد، معلوم شود که چه باعث آن شده و چگونه میتوان با در نظر داشته این مشکلات این پرابلم ها را مرفوس ها. اگر مواد مغذی کم داشت ما میتونیم برای از کد بدیم، مثلا این دیتا گیاهی که میبینید، یکی مثلا مواد مغذی در خاک کم بوده به یکی مواد مغذی در خاک زیاد بوده، رشد از زیادتر نسبت به رشد از یه، چون توافق بیشتری نبات با این خاک داشته من با این نبات نه. یا اگر مزید مواد مغذی نبود، عوامل دیگه ای بود که باعث کندی رشد و کم بودن حاصلات میشد، بعد اونا شناسایی بشه و از روش مورد قبول استاندارد از رو در رفع از اونا شما کوشش کنید. اهمیت خاک از نظر زراعت. باید توجه داشته باشیم که خاک برای بشر مهمترین منبع غذاییه، یعنی ما تمام چیزا خور از خاک به دست میاریم، چون غذا را تولید میکنند و غذا مواد دیگر مثل مسکن، پوشاک و دیگر ضروریات انسان را میسازند. خاک یکی از منابع طبیعی مهم برای زندگی و بقای انسان ها و حیوانات و که بجز هوا و نور آفتاب ما تمام چیزهایی که داریم از خاک به دست میاریم. لباسی که بدن به تن ما و شمایه از نباتات به دست میاریم، کنر، کتان، پنبه ما از نباتات به دست میاریم که این نباتات در خاک رشد نمونه کنند. پس منبع مهم احتیاجات ما به خاک و نبات بستگی داره و ارتباط این دوتا به هم دیگه بستگی داره و این دوتا ما باید خوب بشناسیم تا حد اکثر استفاده از اینا بود. خب به طور مثال نباتات سبز با استفاده از ریشه‌های خود در خاک، ریشه‌های خود که در خاک موجود است، مواد غذایی به ساقه و برگ میدن و مواد غذایی خود میسازن و از مطالبی که گفته شد
میتونیم نتیجه بگیریم که خاک از نگاه زراعت دارای اهمیت فوق‌العاده مهمه و حتی بدون موجودیت خاک و عمل کرده از او بالای نباتات زندگی بشر در تحت تأثیر قرار میگیره و به مشکلات بسیاری دچار میشه. پس ما با شناخت رابطه خاک و نبات میتونیم در بهسازی منطقه و شرایط اقتصادی از او کار کنیم و اونا مرفوع بسازیم. احتیاجات بشر از هر قبیل ما مرفوع بسازیم. در این قسمت خاک و اهمیت از او در چند تصویر آورده شده و همچنین این دو مورد به اینجا ذکر شده که دو مورد دوست دارم بخونم به شما. اولی که خاک در تأمین آینده پایدار، آینده پایدار زندگی ما تضمین میشه اگه خاک آب ما و شما بشناسیم، خاک آب و نبات بشناسیم. و امنیت غذایی نقش اساسی داره، غذای ما مرفوعه دیگه، به قحطی گرفتار نمیشیم دیگه، مشکل غذایی نداریم، فقر غذایی وجود نداره. با شناخت خاک و نبات و ارتباط از اونا با هم دیگه. خب خاک از منابع تجدید پذیر حساب میشه، اما تشکیل هر سانتی متر خاک، هر سانتی متر خاک یا قطعه خیلی کمی از خاک در شرایط مختلف آب هوایی از 100 تا 10,000 سال طول میکشه، از 100 تا 10,000 سال طول میکشه. ما خاک نباشه زراعت نمیتونه، زراعت نباشه اقتصاد زراعتی نداره، مسکن نداره، پوشاک نداره، غذا نداره. پس بر ما و شما تا راه‌های حفاظت خاک بشناسیم و خاک محافظت کنیم که نابود نشه، چون یک سانتی متر از او به این مقدار زمان سال نیاز داره که خیلی زیاده. به یک اون رو اگر ما از خاک و خاک زراعتی که در اختیار ما قرار داره خوب استفاده نکنیم، باعث این میشیم که زندگی نسل آینده خود خطر میندازه. پس بر ما و شما اعتماد میکنه متخصص های خوبی برای زراعت باشیم و اهمیت موجود درک کنیم. در اهمیت خاک چند تا تصویر آماده شده اینجا. ما دست خاک میتونه مواد کیمیایی مثل کودهار از خاک به دست بیاره و همچنین خاک محل تولید مواد غذایی توسط انسان های ما. باقای میوهی داریم، درختار میکنیم، گندم میکنیم، جو میکنیم، اینا هم میگه داخل خاک میشه، پس منبع خوب مواد غذایی میشه. و همچنین برای ساختمان سازی از خاک استفاده میکنیم، از خاک سرامیک تولید میشه و موزاییک تولید میشه. و همچنین محل ذخیره آب، خاک محل ذخیره آب، اگه آبی نباشه زراعت نمیشه. بازم آب یک عنصر اساسی در زراعت و رشد نباتات. و همچنین در این تصویرم ما مثالای ساختمانی رو میبینیم که گچ و خشت و اینا که بازم از خاک به دست میاد. و همچنین ما در خاک موجودات دیگه هم میتونه در خاک رشد کنه که به یک قسمت موجودات مختلفه نشون داده که اینا در خاک زندگی میکنن. اگر ما خاک خوب پوش نکنیم زندگی از اینا به خطر میفته که اینا تاثیر زیادی رو آسیب‌پذیری خاک داره، رو مساعد کردن خاک برای نباتات هست. تا این قسمت درس ما امروز خلاص میشه، به پایان میرسه. خلاصه درس ما در این قسمت ذکر شده که تمام عملیات زراعتی از کاشت، از قبیل کاشت شامل تمام عملیاتی که قبل از قرار گرفتن بذر در زمین صورت میگیره باید در خاک انجام شه. یعنی ما هر چی داریم در خاک انجام میدیم. خب نکات دیگه هم در ادامه ذکر شده که نکات بخونیم. سوالاتی هم در آخر درس آورده شده، سوالات را با دقت بخونه و بنویسین به خود نکات اساسی درس را بنویسین. با
و جواب این سوالات انشالله برم ارسال میتونیم به تلگرام هم ارسال کنیم. شماره ما در صفحه اول سلاید زده و میتونیم شما با تلگرام به شکل آنلاین به ما در ارتباط باشیم. به ختم درس رسیدیم. انشالله روزای خوبی در پیش رو داشته باشین. موفق و کامیاب باشین در فنای حق.